عشق پیری قسمت ششم. بیرحمانه آنچه در دلم بود به او گفتم و لحظه ای احساس سبکی کردم. دلم میخواست در آسمان پرواز کنم. دیگر چیزی روی قلبم سنگینی نمی کرد. با صدای گرفته ای گفت: از من چه انتظاری دارید؟ گفتم: هیچ. میدانم که همسر و دو فرزند داری. من از تو یک چیز میخواهم. حالا که عروسم نشدی که همیشه کنارم باشی، نمیگویم هر روز که آرزویم است، بلکه زیاد به دیدنم بیا و بگذار در این آخر عمری هرچه بیشتر تو را ببینم. لبخند زد و گفت: حتما سعی میکنم خیلی زیاد به دیدنتان بیایم. گفتم: کلید خانه را به تو میدهم که خودت در را باز کنی و یک مرتبه تو را بالای سر خودم ببینم. گفت: نه، اینطوری نمیشه. اگر فرزندانتان ببینند چه خواهند گفت؟ دیدم راست میگوید. و او گفت: هر روز به شما زنگ میزنم و صحبت میکنیم. نگران نباشید، همدیگر را زیاد میبینیم. گفتم: به شوهرت چه خواهی گفت؟ و او گفت: شوهر من سرگرمی زیاد دارد و توجهی به من ندارد. آه سردی کشیدم. خدای من، این دختری که من و پسرم بیقرار بودیم برایش، به دست مردی افتاده که قلب ندارد و نمیداند چه در خانه اش چه کسی زندگی می کند. و او گفت: برایم مهم نیست، از اول هم دوستش نداشتم. من آرزو داشتم درس بخوانم و کاری بشوم و حالا هم دانشجو هستم. از جایم پریدم. گفتم: بی نهایت خوشحالم عزیزم، چه میخوانی؟ گفت: سال دوم رشته روزنامه نگاری هستم. و خنده کوتاهی کرد و گفت: نگران نباشید، سرگذشتمان را خواهم نوشت تا درس عبرتی باشد برای انسانهای سخت گیر و تند رو. من اگر در راهی که میخواستم بروم موفق نمیشدم، معلوم نبود چه بر سرم میامد. ولی اکنون در وجود خودم احساس رضایت میکنم و خوشحالم که آنقدر قدرت دارم که فرزندانم را، خودم را برای جامعه امروز آماده کنم. برایش آرزوی موفقیت کردم و او بلند شد که برود. گفتم: نه، باید شام نزد من بمانی. و او گفت: بچه ها در خانه هستند و زیاد نمیتوانم آنها را تنها بگذارم. صورتهای یکدیگر را بوسیدیم و او قول داد که به زودی دوباره به دیدنم بیاید. پری رفت و من مانند کودکی سرحال و شادمان از سازنان به حیات خانه رفتم. از خوشحالی با گلهای باغچه حرف می زدم و به گلها می گفتم که من پری عزیزم را پیدا کردم و دیگر در کنار آنها نمی نشینم و عشق نمی ریزم. حالم خیلی خوب شده بود، به طوری که آن شب بچه ها که به خانه آمدند تعجب کردند و گفتند: پدر، چه اتفاقی افتاده؟ شما خیلی تغییر کرده اید. من در جواب آنها فقط خندیدم و گفتم: خب دیگه، امروز حالم خیلی خوبه. رفت و آمد پری به خانه من ادامه پیدا کرد و من روز به روز بهتر و پر انرژی تر می شدم. در مورد هیچ چیز و هیچ کس فکر نمی کردم. برای من پری عشق بود، زندگی بود و سلامتی بود. او نیز انصافاً خیلی به من محبت می کرد. از گذشته ها و آن روزهای حسرت و ممنوعیت زیاد با هم حرف می زدیم. یک روز به او گفتم: راستی اگر عروس من می شدی، همگیمون خیلی خوشبخت بودیم. پرسید: یعنی چی همگیمون؟ گفتم: پسرم خوشبخت نیست. او با همسرش تفاهم ندارد و اصلا همسر او بچه دار نمی شود. جدا هم نمی شوند، چون پسرم نمی خواهد که او آزار ببیند. همیشه می گوید بچه دار نشدن برای یک زن غم بزرگی است و باید مراقب باشم آزار بعدی را نبیند. پری گفت: پس دوستش دارد. گفتم: نه، انسان است.
پسر من یک انسان واقعی است، چه کنم که قسمت تو نشد تا ببینی او کیست؟ و سکوت کردم. پری به یک گوشه خیره شده بود و مثل این بود که صدای مرا نمی شنود. یک روز گرم تابستان پری پیش من آمد. عرق از سر رویش می چکید. چشمانش سرخ شده بود. پرسیدم عزیزم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ و او با بغض گفت تمام شد. دیگر تحملش را نداشتم. جدا شدیم. من از جدایی با او خوشحالم. اما ساکت شد. گفتم اما چی؟ چه میخواستی بگویی؟ گفت بچه ها. دادگاه بچه هایم را از من گرفت و به او داد. آخر او که انسان نیست. او چگونه میخواهد فرزندان مرا تربیت کند؟ خودش تربیت ندارد. باور نمی کردم. باور نمی کردم دادگاه تشخیص ندهد چه کسی صلاحیت نگه داشتن بچه ها را داشته و چه کسی نداشته باشد. حالا بچه هایم چه می شوند؟ پسر پری 9 ساله و دخترش 8 ساله بود. آنها واقعا به مادر، آن هم مادری مثل پری، خیلی نیاز داشتند. او به من گفت شما بگویید چه کنم؟ و من که در آن لحظه عقلم به جایی نمی رسید گفتم فقط آرام باش. اگر آن بچه ها مدت کمی نزد پدرشان باشند آسیبی نمی بینند. آرام باش تا بتوانیم فکر کنیم. پری را آرام کردم. یک قرص آرام بخش به او دادم و یک فنجان قهوه. به راستی که قهوه دوست خوبی است و انرژی رفته را در بدن ترمیم می کند. او کمی آرام گرفت. گفتم پری جان، پسر من دوستان زیادی دارد. او هنرمند معروفی است، خودت که می دانی. صبر کن، داستان را برایش می گویم و مطمئن باش او هر کمکی از دستش برایت برای تو دریغ نمی کند. نه، اینطور هم نیست که دو بچه بیگناه را به دست یک مرد لاابالی بسپارند. خب، بگو عزیزم، الان کجا زندگی میکنی؟ گفت، تصمیم دارم یک آپارتمان اجاره کنم. گفتم، چرا پیش من نمیایی؟ گفت، نه، اینجا راحت نیستم. فرزندان شما چه فکری میکنند؟ چه میگویند؟ گفتم، هیچ. میگویند صاحب یک خواهر مهربان شدیم. او گفت من 1 سال دیگر درسم تمام می شود و می توانم کامل روی پای خودم بایستم. اگر بچه ها را از او بگیرم مطمئن هستم که هزینه آنها را هم به خوبی می پردازم. در حال حاضر در یک آموزشگاه تدریس می کنم و وضعم بد نیست. گفتم وقتی بخواهی کرایه خانه بدهی برایت مشکل می شود. عزیزم، پسران من همگی تو را می شناسند و من به آنها نگفتم که عاشقت بودم و هستم، اما گفتم که تو چقدر خوب و نازنینی. تصمیمت را بگیر و به اینجا بیا. باور کن به من عمر دوباره می دهی و فرزندانم را هم خوشحال خواهی کرد. حس کردم برایش مشکل است و مثل این است که خجالت می کشد. گفتم خوب، بهت فشار نمی آورم. در موردش فکر کن و به من خبر بده. آن روز تا شب پری کنار من بود و من دلداریش می دادم و آخر شب به خانه اش رفت. گفتم مگر بچه ها و پدرشان در آن خانه نیستند؟ گفت دادگاه به من 1 ماه مهلت داده تا مسکن تهیه کنم و او هم با بچه ها به خانه مادرش رفته. وقتی اسم بچه ها را می آورد اشک در چشمانش حلقه می زد و من به او حق می دادم. او دختر بسیار با عاطفه‌ای بود و تحمل دوری از فرزندانش را نداشت. دوری از فرزندان واقعا برایش مشکل بود. آن شب پری رفت و من در 2 حالت با خودم در جنگ بودم. اول اینکه تأسف می خوردم که چرا این دختر نازنین به این مشکل برخورده و اینقدر زجر می کشد، و دوم اینکه ته دلم از خوشحالی می لرزید و به خودم می گفتم هر طور شده او را می آورم پیش خودم و آن وقت دیگر هیچ آرزویی نخواهم داشت.
به پسرم زنگ زدم و گفتم باهات کار دارم و او گفت اگر عجله ندارید پس فردا می آیم خدمتتان. گفتم اگر زودتر می آمدی خیلی خوشحال می شدم. گفت چشم، در اولین فرصت. من می دانستم که او خیلی گرفتار است، تدریس می کند، مصاحبه می کند و هزاران مشکل دیگر، اما خب پای پری در میان بود و من طاقت زیادی نداشتم. وقتی به یاد می آوردم که پری چگونه عشق می ریخت می خواستم دیوانه شوم. با خودم می گفتم ای کاش پا داشتم، ای کاش پا داشتم و می رفتم آن مرد بیشعور را آنچنان گوشمالی می دادم که اسم کثیفش را از یادش ببرد. اما دیر بود، نه سلامتی داشتم و نه جوانی. آنچه برایم باقی مانده بود افسوس بود و بس. صبح روز بعد تازه بیدار شده بودم که پسرم وارد اتاقم شد، رویم را بوسید و گفت پدر نگرانتان شدم، چه اتفاقی افتاده؟ گفتم بنشین پسرم تا برایت بگویم. از او پرسیدم پری را به یاد می آوری؟ تعجب کرد و گفت پدر از کی صحبت می کنید؟ گفتم پسرم از 10 سال پیش، همان پری که می خواستم تو با او ازدواج کنی. فکری کرد و گفت خب اون که نشد، من دیگر فراموشش کردم، چه شده که حالا به فکر او افتادی؟ و من تمام داستان پری را برای او یکی یکی شرح دادم و گفتم حالا این من هستم که به کمک تو احتیاج دارم. من فرزندان پری را می خواهم و می خواهم که آنها به این خانه بیایند و با من زندگی کنند. نگاه پسرم تغییر کرد، مثل اینکه او وارد قلب من شد و همه چیز را فهمید. رازی را که 10 سال از خانواده‌ام پنهان کرده بودم در آن لحظه فاش کردم و شروع به گریستن کردم. پسرم مدتی با تعجب و تردید به من نگاه کرد، سپس گفت ناراحت نباش پدر، من دوستان وکیل زیاد دارم، کمکش می کنم، اما باید ببینمش و داستان را از زبان خودش بشنوم. گفتم باشد، من با او قرار می گذارم و تو هم بیا با هم صحبت کنید. و پسرم گفت صبر کن پدر، اول با وکیلم صحبت کنم. می شود تلفن پری را به من بدهید؟ گفتم با کمال میل و تلفن پری را به پسرم دادم. او خیلی به من دلداری داد و گفت ناراحت نباش پدر، این مشکل بزرگی نیست، درست می شود. و من کمی آرام گرفتم. 2 روز بعد پری زنگ زد. صدای آرام بخش او را شنیدم که گفت اشکان به من زنگ زده و قرار گذاشتیم امروز عصر در دفتر او حاضر شوم و به وکیلی که او معرفی می کند وکالت بدهم. به پری گفتم عزیزم خیالت راحت باشد، فرزندانت را پس خواهی گرفت، ولی خواهش میکنم بیشتر پیش من بیا. به خدا خیلی دلم برایت تنگ شده و او قول داد که بیشتر به من سر بزند. و شب اشکان پسرم تلفن زد و گفت پدر، دوستم که وکالت پری را قبول کرد گفت کار مشکلی نیست و به زودی بچه ها را از پدرشان خواهد گرفت. از خوشحالی مانند این بود که بال درآوردم و میخواهم پرواز کنم. آن شب به سختی خوابیدم و دائما در دلم با پری حرف میزدم و امیدوارش میکردم که با فرزندانش نزد من میآید. وکیل پری تقاضای تجدید نظر داد و چند روزی به تاریخ تجدید نظر مانده بود که دادگاه به پری زنگ زد و گفتند که به دادگاه مراجعه کنید. پری به من گفت نمیدانم چه اتفاقی افتاده که دادگاه مرا خواسته. گفتم عزیزم تنها نرو و حتما با وکیلت به دادگاه برو. و حدود ساعت 6 غروب بود که زنگ درب خانه من به صدا در آمد و پری با 2 فرزند مانند گلش وارد شد. هر 3 آنها را در آغوش گرفتم و چندین بار بوسیدم و پری گفت پدر بچه ها به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شد و دادگاه صلاح ندانست که بچه ها در خانه پدرشان باشند. مرا خواسته بود
که عزیزانم را به من بدهند و از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید. از این بهتر نمی شد و پسرم اشکان که از موضوع توسط دوست وکیلش مطلع شده بود با یک جعبه شیرینی و یک دسته گل به خانه من آمد. چه شب خوبی بود، همه خندان و خوشحال بودیم. آن شب پری گفت من شام درست می کنم، یک شام مختصر و مفید. به آشپزخانه رفت، اون ماکارونی اسپانیایی درست کرد و می گفت بچه ها خیلی دوست دارن، انصافاً خیلی خوشمزه بود. و ما دوست داشتیم. چه شب خوبی بود. مدت زیادی بود که چنین شبی را تجربه نکرده بودم. به پری گفتم اینجا اتاق خواب برای تو و بچه ها هست، همینجا بخوابید. اما او قبول نکرد و خواست برود. اشکان گفت من میرسانمتان و آنها با اشکان رفتند. خدایا چقدر خوب که مشکل پری عزیز من زود حل شد. امیدوارم پدر بچه ها تا زمانی که این بچه ها بالغ نشده اند همچنان در زندان بماند. من هیچ وقت و برای هیچ کس بد نمیخواستم، اما فهمیدم که او پری عزیز مرا خیلی اذیت کرده. هرگز نمیبخشمش. چنین آدمی را آرزو میکنم در زندان بپوسد. دیگر آزادانه به خانه پری زنگ می زدم و اگر خودش نبود با فرزندانش صحبت می کردم. آنها مرا عمو صدا می زدند و در دلم می گفتم ای کاش بچه های پری مرا پدر بزرگ صدا می زدند و از خودم خجالت می کشیدم که بگویم ای کاش مرا پدر صدا می زدند. زمان به سرعت پیش می رفت. پری لیسانسش را گرفت و در یک دفتر مجله مشغول کار شد. اشکان به او پیشنهاد داد اما او نپذیرفت. وقتی از پری پرسیدم چرا پیشنهاد کار پسرم را رد کردی، گفت اینطوری بهتر است. شاید همسر اشکان راضی نباشد و از وجود من در دفتر همسرش ناراحت شود. پری همیشه مهربان بود و مهربانیش شامل همه کس می شد. من گاه گاهی به خانه پری می رفتم. او آپارتمانی کوچک ولی بسیار زیبا داشت و با سلیقه خاصی آپارتمانش را تزیین کرده بود. دیگر حتی در ذهنم هم نمی گفتم ای کاش عروس من شوی، که اتفاق بدی افتاد. پایان قسمت ششم.